درود رفقا چطورید خوش اومدید به چستراپیز جنگ محاسباتی بین محمد امین تبا تبایی و هیکارونا کامورا در دور چهارم مسابقات فیده گرند سوئیس قرار با هم این بازی جذاب رو تماشا کنیم و بعد از اینکه بازی رو دیدیم حتما جدول نتایج رو هم با هم میبینیم خیلی تو کامنت ها بهم گفته بودید در انتهای این ویدیو جدول رو هم با هم بررسی میکنیم که کی کجای جدول قرار گرفته و احتمالا هم این آخرین ویدیو از دور چهارم کانال ما نباشه من دوست دارم بازی هانس نیمان و ریچارد رپورت رو هم بهتون نشون بدم امیدوارم که این وقت رو داشته باشیم قبل از دور پنجم حالا دوست دارم این کار رو انجام بدم اگر نشد هم دیگه حالا میریم دور پنجم ولی امیدوارم که اون بازی رو هم بتونیم با هم داشته باشیم بازی جذابی بوده خب محمد امین تبا طبع با مهره سفید در مقابل هیکار و ناکامورا بازی میکنه. محمد امین بازی رو با حرکت D4 آغاز کرده. D5 C4 E6 اسب F3 و C5 وارد ساختارهای دفاع تاراش میشیم توی بازی پیاده رو زده محمد امین. پس گرفته شده و G3 وارد ساختارهای کاتالان میشیم از طرف سفید اسب C6 و فیل g و فی شده توی بازی اسب F6 و قلعه از طرف محمد امین فیل به خونه ای هفت اومده و اینجا محمد امین پیاده رو با تمپل زده فیل یه تمپ دیگه خرج کرده که پیاده رو بزنه حالا سیاه پیاده ایزوله وزیر داره باید ببینیم این پیاده میتونه به نفش عمل کنه یا نه توی این لحظه محمد امین تبا طبع آسه بازی کرده و آسه حرکت جذابی بی چهار رو به همراه داره و فینکدو کردن این فیل سیاه رو توی بازی و اینجا اگر بیدقتی کنه سیاه و بخواد مثلا حرکتی مثل قلع کوچیک توی بازی بره اینجا بی چهار میاد اگر فیل جا به جا بشه فیل بی دو و سفید توی بازی بهتره اینجا بهترین حرکت حرکت اسب ای چهاره برای سفید توی بازی که هیکار و ناکامورا هم این حرکت رو انجام داده حالا بعد از حرکت اسب ای چهار دیگه این حرکت بی چهار اونقدر قوی نیست چون حالا فیل میتونه برگرده فیل بی دو بازی بشه اینجا میتونه پیشنهاد تعویز فیل ها رو بده و اسب مرکزی خوبی هم داره این پیاده هم ضعیفه اما میبینید رخ زیر ضربه توی بازی و زدن پیاده هم قابل بازیه بعد اسب رو با کیش میزنه خب رخ رو از دست میده و به این شاخه ها هم میتونه این بازی برسه اما اینجا سفید میتونه با اسب دیدو جواب بده و بازی ادامه پیدا کنه بریم سراغ بازی توی این لحظه محمد امین اسب رو گذاشته دیدو داره میخواد این اسب مرکزی رو توی بازی تعویز کنه هیکارو ناکامورا f 5 بازی کرده اسب خودش رو داره توی بازی یک بار دیگه حمایت میکنه و این اسب حالا دیگه اسب خوبیه اگر هم محمد امین بخواد بزنه دیگه پیادش ایزوله نیست توی بازی و حتی میتونه با این پیاده هم بزنه پیاده های مرکزی خیلی خوبی داره اون موقع سیا اما توی این لحظه اگر هیکارو بخواد اسب رو توی بازی بزنه اینجا مشکل پیدا میکنه چون با وزیر پس میگیره حالا میبینید این پیاده توی بازی ضعیفه پیاده ایزوله سیاه داره کار دستش میده میتونه دفاع کنه اما اسب سیسه با سه زور داره به پیاده حمله میشه و با دو زور فقط دفاع میشه قابل دفاع هم نیست میتونه دی چهار بازی کنه بشینه به اسب اما اسب میشینه به فیل فیل جابجا جا بشه اینجا کلی حرکت داره که سفید یعنی محمد امین میتونه انجام بده یه دونه از این حرکت ها بی چهار با طرح فینکدو دو کردن فیل توی بازی و فشار رو به این پیاده توی بازی بیشتر کنه هیکارو حرکت F5 رو توی بازی انجام داده که حرکت خوبی B4 نشسته به فیل فیل جابجا جا شده فیل B2 فیل F6 فیل ها توی بازی تعویز شدن رخ زیر ضربه از 20 از رخ هم داره این اسب حالا دفاع میکنه و توی این لحظه هی کار و ناکامورا توی بازی قلعه رفته ایسه حرکت خوب به خاطر اینکه حالا دی چهار توی راهه و دیچ پیاده دی چهار به خوبی داره توی بازی حمایت میشه و بعد از گسترش مهره ها میبینید این پیاده پیاده فوق العاده قدرتمندی میشه توی بازی حرکت ایسه ی محمد امین اجازه پیشروی پیاده رو توی بازی نمیده خب حالا شاید براتون سوال پیش بیاد چرا اصلا باید جلوی پیشروی پیاده رو بگیره پیاده که زیر ضربه با کیش هم میزنه پیاده رو چرا اینجا محمد امین پیاده رو نزد سوال خوبیه با هم میبینیم اگر پیاده رو بزنه اینجا مشکل براش پیش میاد توی بازی چرا فیل میاد جلو... جلوی کیش رو میگیره حمله به وزیر وزیر باید بیاد جایی که بتونه از اسب دفاع کنه حالا اسب به خونه ای پنج میاد باز به وزیر حمله میکنه مثلا وزیر سی دو اوکی اسب جی چهار ببینید اسب های سیاه چطور توی بازی فعال شدن و تاکتیک هایی هم اینجا برای سیاه وجود داره فیل رو ببینید وزیر رو ببینید میتونه اینجا تاکتیک بزنه رخ میتونه دوباره بیاد به وزیر بشینه و اگر بخواد مثلا اسب رو گسترش بده رخ بعدی هم میاد و میشینه به وزیر و فعالیت بسیار زیادی رو توی بازی سیاه میگیره پس یه پیاده ارزشش رو قطعا نداشته که محمد امین هم نرفته سراغ زدن پیاده ایسه فیل ایشیش داره از پیاده حمایت میکنه اسب گسترش پیدا کرده و اسب به خونه ای پنج اومده اسب افسه حمله به اسب اسب سی چهار حالا پیاده ایزوله سفید سیاه پیاده فوق قدرتمندیه ببینید چطور داره اسبهای خودش رو توی بازی حمایت میکنه این اسبها فوق توی بازی وزیر دی چهار پیشنهاد تعویض وزیرها هیکارو رد کرده رخ به ستون باز اومده اما اسب ستون رو بلاک کرده بسته توی بازی فیل برگشت خونه F7 و حرکت H4 از طرف محمد امین بازی شده میخواد ضعف توی ساختار سیاه به وجود بیاره اگر هر وقت فرصت کنه میخواد H5 و H6 بازی کنه و به شاه سیاه حمله کنه توی بازی توی این لحظه هیکارو آشیش بازی کرده به خاطر اینکه میخواد رخش رو به بازی اضافه کنه و نمیخواد پیادش رو از دست بده اسب به خونه ای1 اومده و رخ دی8 دی اومده پیاده رو حمایت کرده توی بازی اسب بیس اسب خوبیه میخواد از خونه ای5 یا از خونه اف4 توی بازی استفاده کنه اچ6 آ 4 و بی6 ا5 و هیکار و ناکامورا پوزیسیون رو لاک میکنه قفل میکنه بازی رو و حالا این اسب خداست توی بازی این رخ توی بازی از ستون نمیتونه استفاده کنه رخ اومده خونه سی دو هم از پیاده دفاع کنه هم یه جاهایی بخواد شاید دوبل کنه رخهاش رو و هیکارو ناکامارا رخ رو گذاشته دیشیش حرکت خوب داره از پیاده های خودش توی بازی دفاع میکنه یه جاهایی میخواد G5 کنه این پیاده رو هم حمایت میکنه فیل افسه از طرف محمد امین بازی شده که حرکت خوبی نبوده و هیکار و ناکامارا تنها حرکت برنده رو پیدا نمیکنه که برتری جزئی بهش میده و وزیر رو گذاشته ای هشت که در واقع از دست داده اون موقعیت خودش رو و باز هم بازی متعادل کامل یعنی باید چیکار میکرده توی این لحظه هیکارو باید جی 5 رو بازی میکرده اینجا موقعیت حرکت G5 رو داشته بعد از تعویض ها میبینید جی 4 هم توی راه حمله به فیل و اگر مثلا فیل بخواد جا به جا بشه هیکار و ناکامورا میتونه رخ رو بذاره خونه H6 حالا ستون باز H6 در اختیار سیاهه بعدا میتونه وزیر رو اضافه کنه میتونه اون یکی رخ رو اضافه کنه و این سیاهه که موقعیت حمله توی بازی پیدا کرده اما خب میتونه مثلا فیل رو هم نذاره جی 2 اگر مثلا سفید بخواد شاه رو بذاره جی 2 که خودش هم از ستون اچ بتونه توی بازی استفاده کنه چه اتفاقی میفته این اصلا به نفع سفید نیست جی 4 بازی میشه فیل زیر ضربه فیل ایدو و توی این لحظه هیکارو ناکامورا میتونه اسب خودش رو هم حتی قربانی کنه توی بازی و اینجا مشکلاتیه که برای سفید رقم میخوره با شاه نمیتونه اسب رو بزنه به خاطر حرکت رخ اچ 6 دیگه حالا سفید نمیتونه از ستون اچ استفاده کنه شاه اگر بخواد برگرده حالا با طرح رخ اچ یک وزیر اچ 4 شاه داره به دام میفته توی بازی و این سفیده که توی بازی بسیار مشکل داره و اگر که بخواد با پیاده اسب رو بزنه توی این وضعیت حالا اسب ایس کیش چنگال شاه و رخ توی بازی و این تنها اتفاق بازی نیست بعد از که شاه جا به جا میشه چنگال دوم رو هم توی بازی میبینیم وزیر و رخ و سفید میتونه براحتی از بازی انصراف بده وزیر جا به جا بشه رخ هم میره و متریال بسیار زیادی رو توی بازی عقب افتاده پس این اتفاقی بوده که توی بازی باید برای سیاه میافتاده تا بتونه برتری بگیره توی بازی اما وزیر ای هشت. وزیر ای هشت هم منطقی به نظر میرسه میخواد فیل رو بذاره H5 حمله کنه به این فیل توی بازی و اگر محمد امین نخواد تعویض کنه اون موقع این قطر بسیار زیبا رو این فیل توی بازی داره کنترل میکنه و فیل سیاه موقع از فیل سفید خیلی فیل بهتریه رخ به خونه ای یک اومده و فیل H5 محمد امین تبا طبع فیل رو گذاشته G2 که حرکت اشتباهی بوده دلیلش رو هم بهتون گفتم این قطر حالا در اختیاره سیاه توی بازی امین باید اینجا فیل رو توی بازی میزده بعد از تعویز ها حالا از F4 هم میتونسته بازی کنه بشینه به وزیر وزیر که جابجا جا شد حرکت H5 رو بازی بکنه با طرح شاه G2 و رخ H1 و این وضعیت کاملا مساویه بذارید با هم ببینیم شاه هم G2 میاد یه حرکت دیگه انجام بده به این وضعیت میرسیم کاملا تعادله بریم سراغ بازی محمد امین فیل رو گذاشته جی دو و حرکت جی پنج هیکارو بالاخره بازی کرده پیاده ها تعویز شدن و اف چهار وزیر به خونه جی شیش اومده و هیکارو ناکامورا برتریش رو از دست داده این حرکت وزیر جی شیشش خوب نبوده اینجا باید هیکارو رخ رو میذاشته اف هفت چرا؟ چون اینجا تنها مهره که توی بازی فعال نیست رخ سیاهه این رخ فعالیت خیلی خوبی رو توی بازی داره اسب ها همچنین فیل فیل خوبیه حتی وزیر داره به خوبی مهرهای خودش رو حمایت میکنه توی بازی اینجا رخ F7 حرکت خوبی بوده الان نوبت حرکت مثلا با سفیده میتونه اسب رو بذاره E5 بشینه به رخ اما هدف از رخ F7 اینه که رخ بیاد G7 حالا رخ توی ستونی قرار گرفته که به صورت ایکس ری داره به شاه سفید حمله میکنه چون این ستون هم باز میشه توی بازی و اینجا سیاه برتری بسیار زیادی رو توی بازی میتونه کسب کنه اما وزیر جیشیش اسپ ای 5 حمله به وزیر وزیر جابجا جا شده توی این لحظه محمد امین اسب رو توی بازی زده که حرکت خوبی نبوده اینجا چرا حرکت خوبی نبوده پیاده ایزوله سیاه تبدیل شده به یک پیاده رونده حمایت شده توسط پی... این چین پیاده ای رو میبینیم زنجیره پیاده ای که به خوبی پیاده سی چهار رو توی بازی دارن حمایت میکنن و این پیاده پیاده رونده است و سیاه میتونه در آخر بازی از این پیاده بیشترین استفاده ممکن رو ببره اینجا محمد امین وزیر رو زده با شاه پس گرفته شده اسبش زیر ضربه و اسب به خونه دی چهار اومده خونه مرکزی خوبی برای اسب اسب در جیسه بازی شده هیکارو و ناکامورا یک پیاده پیش افتاده محمد امین پیاده رو پس گرفته اما F4 حرکت فوق العاده از طرف هیکارو بازی شده نمیتونه بزنه اسبش رو از دست میده و یه سری مشکلات داره اینجا دیگه سفید محمد امین و اگر مثلا بخواد بی تفاوت باشه مثلا رخ رو بذاره سیسه یه سری مشکلات دیگه هم داره اینجا اصلا اینجا اف بازی میشه میشینه به فیل توی بازی باید یه مهره رو توی بازی تسلیم کنه مثلا به یه همچین وضعیتی برسیم که حالا محمد امین یه مهره هم یه اسب کامل توی بازی عقب این پیاده هم ضعیفه باید اسب رو تسلیم کنه توی بازی چرا چون اگر این کار رو نکنه فیل رو نجات بده اف 2 شاه اینجا که نمیتونه بیاد اسب داره کنترل میکنه رخ رو میزنه و وزیر میکنه و اینجا مات در پنج حرکت پس سفید باید خیلی مراقب باشه شاه رو گذاشته اف 2 محمد امین از پیاده خودش داره حمایت میکنه هیکار و ناکامورا فیل رو گذاشته جیشیش نشسته به رخ اینجا زدن پیاده هم میبره یعنی اگر پیاده رو هم بزنه هیکارو بازی رو میبره چرا؟ اگر پیاده رو بزنه بیایم ببینیم اسب رو بزنه شاه توی بازی خب این اسبش هم توی بازی از دست میره دیگه حمایت شونده نداره توی بازی درسته رخ میتونه اسب رو بزنه اوکی این پیاده هم از دست میره اما رخ جی چهار کیش حمله به شاه شاه اچ دو پیاده رو میزنه و این آخر بازی رو سیاه میبره چون یک پیاده رونده بسیار قدرتمند داره و همینطور میتونه از ستون ها هم توی بازی به خوبی استفاده کنه سیاه و این پیاده بازی رو برای سیاه میتونه در بیاره حتی اگر که اینجا اسب رو نزنه پیاده رو بزنه بدتره چون رخ ای کیش میده شاه باید برگرده رخ ها تعویز میشن و در انتها محمد امین اسبش رو از دست میده اینها مشکلاتیه که توی بازی وجود داره اما هیکارو فیل رو گذاشته جیشیش نشسته به رخ رخ جابجا شده و اسب اچ 5 اسب به خونه افسه اومده هم پیاده رو هم داره حمایت میکنه و توی این لحظه اسب جیس بازی شده با طرح حرکت اسب ای چهار چنگال رخ و شاه توی بازی و اینجا اسب برگشته به خونه دی چهار حالا فیل داره خونه ای چهار رو کنترل میکنه زده توی اسب با فیل پس گرفته و اسب افسه حرکت اشتباهی بوده از طرف امین بیدقتی بوده این حرکت چرا یک شاخه انجینی وجود داره اصلا شاخه کامپیوتریه یعنی به عقل جنم نمیرسه این که اینجا رخ رو بذاره جی 1 تو این پوزیشن کی رخ رو میذاره جی 1 خب ولی کامپیوتر پیشنهاد میده حالا اگر که بزنه با شاه پس بگیری بعد از فیل اینجا حرکت رخ جی 4 حرکتیه که نجات دهنده سفید اما باز هم این نیست که چیز سف... سفید مشکلی نداره سفید مشکل داره این پیادش ضعیفه و یک رونده قوی س... سیاه توی بازی داره حالا چرا این حرکت رخ جی چهار قویه چون بعد از کیشی که اینجا میتونه بده بعد از که شاه جا به شد اس... اسب از دست میرفت رخ جی چهار حالا داره اسب رو هم توی بازی حمایت میکنه خب این شاخه انجینی واقعا هیچ کس فکر نکنم این کار رو بکنه محمد امین اسب رو گذاشته افسه فیل کوبیده توی اسب با شاه پس گرفته پیاده رو زده به همراه کیش و متاسفانه محمد امین نمیتونه پیاده رو پس بگیره اگر بخواد پیاده رو بزنه رخ ایشیش کیش شاه این وری که نمیتونه بیاد میبینید باید این ور بره بعد از کیش بعدی شاه باید دور شه و سفید رخش رو توی بازی از دست میده به همین دلیل نمیتونه پیاده رو توی بازی بزنه اگر شاه رو بخواد بذاره ای دو هم متاسفانه بازنده است به خاطر حرکت رخ ایشیش شیش. حالا پیاده رو داره توی بازی حمایت میکنه اگر بخواد بزنه تعویز میشن مهره ها توی بازی و بعد از مثلا اینکه شاه از رخ دفاع کرد به یک همچین وضعیتی میرسیم که باز هم این بازی رو سیاه میبره به خاطر یک پیاده بیشتری که توی بازی داره و پیاده روند است خب شاه میاد خونه F5 و کاری نمیتونه بکنه این وضعیت رو میبره توی زوگزوان گیر میکنه سفید و پی از پیاده خودش میتونه به راحتی استفاده کنه حتی اگر سفید بخواد بره سراغ این پیاده سیاه زودتر میتونه به پیاده سفید توی بازی دسترسی داشته باشه پس این مشکل توی بازی وجود دارد نمیتونه پیاده رو بزنه نه شاه ای دو وجود داره شاه رو گذاشته جی چهار به اجبار و رخ دی چهار کیش شاه اچسه و رخ ای هشت محمد چیز هیکار و ناکامو رو بازی کرده و توی این لحظه محمد امین تبا طبع توی حرکت چهل و چهارم از بازی انصراف داده چرا؟ از بازی انصراف داره چون کاری از دستش توی این پوزیسیون بر نمیاد و با هم میبینیم چرا یه پیاده توی بازی انگار فقط هیکارو جلوه اما این پیاده رو ببینید خیلی ضعیفه بعد از اینکه پیاده حمایت شده خب این پیاده زیر ضربه اما اگر بخواد بزنه چه اتفاقی میفته اگر بخواد بزنه رخ میزنه بزنه رخ دیسه آچمزه و اگر که بزنه پیاده رونده میشه و شاه فرصت لازم برای رسیدن به پیاده رو توی بازی نداره حتی اگر نخواد بزنه رخ رو بذاره جیسه خود سیاه میزنه توی بازی و باز هم این شاه به این پیاده توی بازی نمیرسه و میبره این سیاه توی بازی و اگر تصور کنید نزنه اصلا مثلا چیکار کنه مثلا سفید اینجا شاه رو بذاره جیدو و بخواد بیاد سراغ پیاده و اینا وقت لازم رو نداره به خاطر حرکت رخ دیسه پیاده رو حمایت میکنه پیشنهاد تعویز میده بزنه که دو تا رونده داره حالا دیگه مشکلات سفید بیشتر هم میشه مثلا باید رخ رو اینجا برگردونه خونه سی یک فعالیت مهره سیاه رو ببینید حالا شاه جیشیش پیاده رو از دست میده حالا دو تا رونده داره توی بازی سیاه و بردن این وضعیت برای یکی مثل هیکارو کار سختی نیست و محمد امین با مهره سفید این بازی رو واگذار میکنه که توی جدول فکر میکنم دو امتیازی میمونه این بود از این بازی بریم با هم یه سر به جدول نتایج بزنیم ببینیم کی چی کار است کی چی کار کرده اینجا میبینیم که آنری اسیپنکو در صدر جدول به تنهایی قرار داره با سه و نیم امتیاز و تنها کسیه که سونیم امتیازیه این پرچم رو هم میبینید زده اینترنشنال همه این اینترنشنال ها روسی هن که نمیتونن با پرچم روسیه بازی کنند حالا یا اینجا میزنه اینترنشنال یا میزنه فده با پرچم فیده وارد میشن خب نفر اول به تنهایی با سه برد و یک مساویه دیگه بقیه سه امتیازی هم سه امتیازی زیاد داریم اینجا رو ببینید رمزان جالماخانوف این پدیده رو من بهتون معرفی کردم با علیرضا فیروزجا توی دور سوم بازی کرد دور چهارم هم با یک استاد بزرگ با ریتینگ حالا اسمش رو یادم نیست ولی ریتینگش رو دیدم 2680 بازی کرد و تونست پیروز بشه ریتینگ خودش 2440 447 و اصلا داره با 400 تا بالاتر از خودش بازی میکنه و همه رو خونسا کرده با 200 تا میگم 400 تا کجا بود و دو تا پیروزی و دو تا مساوی گرفته چهار بازیکن اصلا در حد سوپر استاد بزرگ بودن که این نتایج رو تونسته بگیره بریم پایینتر هانس نیمان رو میبینیم که امتیازیه و ناجر افگنی بعد از پیروزی که مقابل پرهام به دست اوورد سه امتیازی شد بازیش رو دیشب قرار دادن فابیان و کاروانا سه امتیازی سه امتیازی زیاد داریم هیکارو سه امتیازیه علی رزا فیروز جا رو داریم که سه امتیازیه توی جدول از بچه های خودمون بریم پایین تر تاری هست نیم امتیازیه توی جدول بریم ببینیم دیگه چه کسانی هستن عبدالستاروف دو نیم امتیازی دودا دو و امتیازیه و بریم پرهام و محمد امین و پویا رو هم با هم بررسی کنیم باید بریم پایین تر با این خب محمد امین تبا تبایی رو داریم که دو امتیازی پنجا و چارمه. البته اینجا سه امتیازی و دو امتیازی زیاد داریم دیگه این پنجا و چاری که میبینید مثلا یه برد به دست بیاره یا میره مثلا تا دهم ده میدونه یه, پله سعود خیلی خوب داره و خیلی هم تا انتهای مسابقات مونده ریچارد رپورت رو داریم که دو امتیازی نجات عباسوف دو امتیازی و پرهام مقصودلو هم دو امتیازی بعد از باخت دیشبش گوکش رو میبینیم که دو امتیازیه و چهار مساوی داشته یعنی همه بازیاش رو مساوی کرده پراک هم اگه اشتباه نکنم همه بازیاش رو مساوی کرده ندیدم بردی داشته باشه میایم پایین تر پراگناناندا رو داریم که چهار بازی مساوی داشته MVL همینطور و بریم پویا ایدنی رو هم ببینیم من پویا رو ندیدم آه اینجاست پویا ایدنی هشتاد و با دو باخت یک پیروزی و یک مساوی با یک و نیم امتیاز آرزوی موفقیت داریم برای نماینده های کشورمون و نفر 114 هم. نفر آخر هم نیم امتیازی توی جدول این بود از جدول بذارید روی نفر رو اول بمونیم و این ویدیو رو به اتمام برسونیم ممنونم که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردید اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایکش کنید و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید تا جامعه شطرنجیمون تر شه من کیانم و توی ویدیو بعدی میبینمتون